رفت رفت. حالا من باید چی کار کنم؟ به سیمان چی بگم؟ خزان، باورم نمیشه اینجایی. خزان بابا، دیدی یاوز خان؟ دیدی حتی نتونست هم باز کنه یه کلمه جواب بده. اگه به حرف من گوش کرده بود اینطوری نمیشد که. اگه امروز زور که اومدم بهت گفتم دارن سر باباتو زیر آب میکنن یه کاری کرده بودی الان اینجوری شوکه نبودی. بفرمایید اینم پدرتون. چشمتون روشن باشه، پدرتون کاظم میگه من به این بزرگی اینجا افتاده و سقفو نگاه میکنه. کجا رفته؟ رفته لندن. بفرمایید خوش اومده از لندن. دلم میخواد ببینم با برادرش چیکار میکنه. هرچند که آب از سر گذشت، دیگه چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میخواد بکنه؟ مامان کاظم لطفاً یه چیزی بهم بگو. میدونم منو میبینی کاظم، تو رو خدا یه چیزی بهم بگو. داری میبینی که من به خاطر تو اومدم کاظم؟ لطفا التماس میکنم یه چیزی بهم بگو. لطفا بابا به من نگاه کن. بابا با من اینجوری نکن. بابا تو رو خدا این کار رو با ما نکن. به محض اینکه بهمون گفتن را افتادیم. سینان رفت پیش باباتون، منم برای اینکه به موقع برسم فرودگاه با عجله حرکت کردم. میسکالتون رو دیدم اما جواب ندادم، یعنی نتونستم جواب بدم. نمیخواستم یه بار دیگه خداحافظی کنم، اما وقتی دیدم مامانت ول نمیکنه فهمیدم یه اتفاقی افتاده. بفرمایید. یاوز خانم، من فضیلتم. بفرمایید. بابا تو کلینیک بستری شده، سریع باید بیا اینجا، زود باش. یه لحظه کارتو صادر میکنم. گوش میکنم. نمیتونم باور کنم چی شد که بابام یه ها اینقدر حالش بد شد. زن جلوی چشت هرچی از دهنش در اومد به من گفت. اون وقت تو برای من قیافه میگیری؟ جریان چیه؟
یاسمی، برای اولین بار و آخرین بار ازت سوال میکنم، تو گم شدن تابلوی مادرم نقشی داشتی یا نه؟ داری به خاطر اون زن منو مؤاخذه میکنی؟ دختر خودش حرفاشو باور نکرد، اون وقت تو که شوهر منی حرفاشو باور کردی و سوال جواب میکنی؟ خودت باعث شدی یاسمین، فقط خودت باعث شدی. میپرسم چون دیدم همین چند شب پیش با برادرم چی کار کردی. اون زنو ول کن، تو چشام نگاه کن و راستشو بهم بگو. حتی دستم هم به تابلوی زیبای خانوادگیتون نخورد، اینم خودت خوب میدونی. اما داری تابلو رو بهونه میکنی که حرص و عصبانیتتو سرم خالی کنی، نه؟ داری تلافی باباتو سرم در میاری، فکر و ذکرت پیش برادراته، چون بهشون نگفتی باباتو بستری کردی عذاب وجدان داری، نه؟ خیلی خستم، من واقعا خیلی خستم، خیلی زیاد. میخوام یکم هوا بخورم. جیگر گوشه که اون جادوگره کجاست؟ شما میتونین یه کاری کنین آقای دکتر؟ کاظم خان عین کوهه، مگه میشه انداختش یه گوشه آخه؟ دیوونه نشده بابای من، دیوونه نشده. منم دارم همینو میگم، میگم دیوونه نشده، اشتباه میکنین. آخه کاظم خان که سنی نداره، هنوز جوونه، 100% یه دارویی داره آقای دکتر. تو رو خدا دلمونو شاد کنین، داروشونو بدین به ما، خواهش میکنم. متاسفانه زوال عقل هیچ درمانی نداره. حالش خوب میشه دکتر، دکتر بابای من حالش دوباره خوب میشه، شنیدی؟ فهمیدی؟ بابای من حالش خوب میشه. تو بابای من از کجا میشناسی ها؟ بابای من دوباره خوب میشه، میدونی اون چیا کشیده؟ خیال کردی به این راحتی تسلیم میشه دکتر؟ سکته قلبی کرد، دوباره خوب شد، خانوادشو ول نکرد، بچهاشو ول نکرد، دوباره برگشت. من حال شما رو درک میکنم. تو منو درک نمیکنی. اگه درک میکردی نمیگفتی دیگه خوب نمیشه. تو هیچیو درک نمیکنی. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد آقای دکتر؟ این بیماری درمان نداره. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به کمک دارو کاری کنیم بتونه کارهای روزمره خودش رو انجام بده. البته ما هنوز آزمایش چکاپ خونش رو نگرفتیم. اگه شما الان این امضا کنین، میتونیم بر اساس آزمایشش زودتر داروهای لازم رو تجویز کنیم. جواب آزمایشش کی حاضر میشه؟ فکر میکنم تا فردا ظهر آماده بشه. این دختر کجاست؟ نیست یاسمین خانم، رفته بیرون. این وقت شب؟ به راننده زنگ بزن بدون اینکه مشکوک بشه، بپرس کجا رفته. بدون راننده رفته. کجایی کوچولوی احمق؟ کجایی؟ سینا داداش، داداش حال بابا اصلا خوب نیست. خودمو کشتم، خودمو تیکه پاره کردم، گفتم دارن دروغ میگن، هر کاری کردم باورم نکردی. ببین برادرت با بابا چی کار کرده، حالا نگاه کن. ساکت باش ماما. ساکت نمیشم. برو برو ببین برادرت چی به روز پدرت آورده. برو ببین دیگه. Mm-hmm.
بابا من اومدم، داشتم میرفتم برگشتم اومدم. بابا ببین من اومدم اینجا، دیگه نمیرم، برگشتم. ببین چی کار کردن، خدا ازشون نگذره. ای خدا، مرد به این بزرگی رو انداختن اینجا و رفتن. خدا یا چی کار کنم؟ ای خدا مامان، تو رو اون خدا آروم باش، آروم باش. ساکت باش. تو ساکت باش و زیاد حرف نزن. آخ کاظم، مگه من مگه مردیه که به این حال روز بیفته؟ خوب نمیشه آبجی، دیگه خوب نمیشه. نه عزیزم، این حرفا چیه میزنی ایجه؟ مگه میشه خوب نشه؟ خوب میشه، مثل اولش میشه. نگران نباش، قربونت برم. با مامان برو بیرون یه هوایی بخور. خب مامان بیا ایجه رو ببر تو حیاط یه هوایی بخوره. خودت ببر. چی شده؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ ایجه چرا چپ چپ به من نگاه میکنی؟ با تو هم زود باش جواب بده. وقتی اومدی تو اتاق پیش بابات من اینجوری بهت نگاه کردم؟ من به خاطر تو ناراحت شدم، گریه کردم. کسی نیازی به اشکای تو نداره سینان. بعد از اون شب تو با چه رویی میتونی اینجوری تو صورت من نگاه کنی؟ هیچ، الان وقتش نیست. تو چی؟ تو با چه رویی داری؟ سینان به خودت بیا. بیا چه بیا، هر دوتون ناراحتین، اعصابتون خورده بسته. سینان به خودت بیا، الان وقت این کارا نیست. آره آره، با هم حرف بزنین و درد دل کنین. لابد مسئله مهمتری دارید دیگه. آره باباتو دیدی؟ دیدی مرد به اون عظمت به چه روزی افتاده؟ شماها چجور بچه هایی هستین؟ به جای اینکه شماها بپرسین گوکان برای چی این دروغو بهتون گفته، من پرسیدم. من افتادم دنبال باباتون. همه این کلینیک شاهدن، باباتون رو این یه تیکه گوشت آوردن و انداختنش تو اتاق و در و بستن و رفتن. چرا این کار کردن؟ چرا شما خبر ندارین؟ شماها رو دارن بازی میدن به خدا. بیا بریم خونه. متاسفم، به خاطر تو از ته دلم متاسفم، اما باید اینجوری میشد برای هر دومون. تو که نیت بدی نداری پسر، مگه تو خودتو نمیشناسی؟ برادر بزرگی، اولادی، کاری که کردی هر کسی دیگه ای جای تو بود میکرد. کار بدی نکردی، تو هر کاری کردی به خاطر خانوادت بوده، فقط به خاطر خانوادت. برای چی به ما نگفته؟ برای چی به ما نگفته رو ول کن، برای چی به ما دروغ گفته؟ حتی یه دلیل منطقی براش پیدا نمی کنم. سر در میاری؟ 100% یه توضیح منطقی داره که بده. شده یقش رو بگیریم، شده اون ویلا رو سرش خراب کنه، میفهمی؟ Thank you.
سه مسخره که کردی و گذاشتم کنار. همه ی اینا برای خستگی و ناراحتیت، درکت میکنم. من کنارتم امشب و هر شب دیگه، فقط من. اینا باید به وقتش به حرف من گوش میکردن، به وقتش. دیگه الان هر کاری بکنن فایده ای نداره. از کجا معلوم که این فقط یه قسمتی از نقششون نباشه؟ چی میگی مامان؟ اینقدر نفوذ بد نزن دیگه. ولی دیگه چی کار میتونن بکنن؟ منظورت چیه مامان؟ من شما دوتا رو زاییدم؟ ها؟ من شماها رو زاییدم؟ اینقدر خنگین که من موندم شماها به کی رفتین ای بابا؟ مطمئنم به من که اصلا نرفتین، مشخصه، چون از هوش و ذکاوت این مادر هیچی برس نبردین. بابا این مغزو به کار نمیندازین، نمیخواین. ببینین اینا برای چی این همه دروغ گفتن؟ چرا دست به همچین کاری زدن؟ فقط مادرتون؟ فقط مادرتون فکر کنه، مادرتون حرف بزنه، مادرتون بدوی، آخرش هم حق مادرتون رو کادو کنین و بزنین کف دستش. عین دشمن باهاش حرف بزنین. آره. خیلی خوب مامان. خیلی خوب مامان، خیلی خوب. اون مون نارنجی بدجنسو میگم. آقای راننده خیلی ببخشید، مسئله خانوادگیمون یکم پیچیده است. ببخشید که سر شمارم درد میارم، ببخشید. عنکبوت رو میگم، عنکبوت. وقتی یه عنکبوت مو نارنجی وسط این قضیه باشه، اوه، اگه اسم من فضیلته، دارم میگم یه کاسه ای زیر این نیم کاسه هست. بله، اما میدونی بیشتر از چی ناراحتم؟ از این ناراحتم که دختر من رفته چسبیده با اون خائن از خدا بیخبر. آخ آخ، من گفتم، اما هیچ کس به حرف من توجه نکرد. گوکان یاووس، اومدی اینجا؟ از خودت بپرس ببین برای چی اینجا؟ برای چی به ما دروغ گفتی؟ ها؟ همینجا نگهدار، پیاده میشیم، اینجا نگهدار. بگیرین و بفرمین. بیا دیگه مامان. مامان اینجوری نکن، بیا بریم تو دیگه. خواهرتو تنها نذار دخترم، با هم دیگه برین تو. خدافظ مامان. در مورد من چی فکر کردی ایج خانم ایگمه؟ اگر بخوام قدم بذارم تو این خونه و وارد بشم، سنگ میشم، سنگ. برو دخترم. یه چیزی بگو، منتظریم گوکان. یه دلیل منطقی بیار که چرا بدون اطلاع ما بابا رو تو اون کلینیک بستری کردی. زود باش دیگه. مگه تو به ما نگفتی بابا رفته لندن؟ ها؟ شما دوتا دروغگوی عوضی، اول باید به من حساب پس بدیم. فلم کن. من دو روز تموم خودم رو کشم که بتونم باهاش تماس بگیرم. اون وقت شما دوتا میدونستین کجاست و تو چه حالیه؟ به همه دروغ گفتی. چه نقشه ای داشتین بگین؟ زود باشین اعتراف کنید. دنبال چی بودین بگین؟ زود باشین. به فکر بچت باشه. چه بیا اینا رو فکر. باید حساب پس بدین. هر دوتون باید حساب پس بدین. من توضیحی ندارم به اون زن بدم، اما هر جوابی لازم باشه به شما دوتا میدم. زود باش. شروع کن، گوشمون با توه. البته گفته بودی
گفتی به خاطر شب افتتاحیه اینجوری شد، گفتی به خاطر ما دوتا اینجوری شد دیگه چاش. گوکان به نظرت وقتش نرسیده به سینان یادآوری کنی قبل از افتتاحیه وقتی بابات از اتاق بیرونش کرد تو چه پیشنهادی داده بودی؟ چی داری میگی سینان؟ باید هرچه زودتر بابا رو قانع کنیم ببریمش دکتر. این چه وضعی آخه داشت؟ من نمیتونم چیزی به اونا بگم. اگه به سلیم بگم اخلاقش مثل باباست، ناراحت میشه. حالا بیا درستش کن. اگه به یاووز بگم خودش کلی مشکل داره. اینم میشه یه مشکل روی همه مشکلش. یعنی یه همچین اتفاقی افتاده بود و تو به من نگفتی؟ داداش من اگه میدونستم اینجوری میشه. واقعا آفرین سینان. دیدم تنهامو تنهایی تصمیم گرفتم. همش همین بود و بس، تموم شد. مجبور بود تنهایی تصمیم بگیره و به خاطر هممون سریع‌ترین و بهترین تصمیمو گرفت. بگیر. این چیه؟ باز کن. تمام اختیارات پدرتون متعلق به گوکانه. حالا سعی کنید زودتر به خودتون بیایید، چون چند دقیقه بعد با کسی که یقه به یقه شدیم باید سر میز مذاکره بشینید. ویل کن بذار یاووز و سینان حلش کنن. بابا یه اوناست، گوکانم برادرشونه. چی کار کنم آبجی؟ بیام تو اتاقم بذارم هر کسی هر خیانتی که میخواد بکنه؟ چی کار کنم؟ میاد سر زبونت اما نمیتونی بگی نه؟ حرف بزن، نریز تو خودت، راحت حرفتو بزن. بگو چی شد رابطت با یاسمین جونت به هم خورد؟ هیجه لطفاً آروم باش و انقدر پرت و پلا نگو. اگه نظر منو میخوای، من فکر میکنم که تو هیچ وقت 100% به اون زن اعتماد نکردی. تو به خاطر لجبازی با مامان به یاسمین نزدیک شدی. اون روز هم چون بحثمون شد حسابت خورد شد ازش طرفداری کردی. من بهتر از هر کسی از دل خواهرم خبر دارم. خواهر من با این قلب پاکش با آدم پلید و خطرناک مثل یاسمین اعتماد نمیکنه. چند دست لباس بردار، میای خونه من میمونی. نه نه، من همینجا میمونم. ولی ایجا نمیتونم بذارم اینجا تنها بمونی. بیا خونه من دیگه، تا صبح درد دل میکنی ها؟ اگه پیش مامان راحت نیستی درو میبندی، این قدیما که بچه بودی ها؟ خیلی دلم برای اون وقتا تنگ شده. یاسمینم دقیقا همینو میخواد، درست مثل وقتی که فکر میکردیم کاظم مرده. دلشون میخواد بذارم از اینجا برم. من نباید برم آبجی، چیزی که میخوانو بهشون نمیدم. اینجا میمونم. فضیلت، اینا اون کاری که میخواستم بکنن و کردن. چی کار کردن؟ شرکت به اون بزرگی و تشکیلاتش همش زیر دست آقا گو کنه. آخ چی داری میگی دختر؟ از این به بعد اون در مورد حق و حقوق بقیه تصمیم میگیره. خدا ازشون نگذره. نگو چی کار کردن؟ دیدی زن؟ دیدی بالاخره تونستن؟ تونستن به مراد دلشون برسن. انتظار دیگه ایم ازشون نداشتم. اون دوتا هم با دهن باز محو کارای بقیه میشن و نگاهشون میکنن. حقشونه والا، بیعقلن. نکنه هر دوتا بیعقلا پسرای تو باشن ها؟ فضیله تو رو خدا حرفای مسخره نزن. بهتره به فکر دختر خودت باشی خانم، باید ببینی چی بهش میرسه. آره خدا رو شکر پازل کامل شد، مشخص شد کی داره بهت فرمون میده. هر جوری دلتون میخواد برداشت میکنی نه؟ دارم بهتون میگم گوکان از این تصمیم خبر نداشت. میدونین چقدر ناراحت بود که نتونسته بود قضیه رو بهتون بگه؟ هرچند مشکل شماها این نیست، شماها فکر له کردن برادرتونین، مگه نه؟ الان دارین دیوونه میشین نه؟ برای اینکه این بار نتونستین نشون بدین که گوکان آدم بی ارزه و بی فکریه. اون بهتون ثابت کرد برادر بزرگتر یعنی چی. اما شما دوتا خودخواه نمیتونین اینو هضم کنین نه؟ آفرین به تو، واقعا که دمت گرم. طفلکی از ترس تو جرئت نمیکنه جیک بزنه. نگاش کن سینان،
به خودت بیا، داری با برادرت حرف میزنی. هر دوتون به خودتون بیای. من برادر بزرگترتونم. جدی جدی فکر کردی خبریه گوکان؟ چه زود نقشه بابا رو ازش دزدیدی؟ چی میگی تو؟ چی کار میکنی؟ من دیوونه نکن. چی کار میخوای بکنی؟ بلم کن. این نمایشی که اجرا کردی نمیتونه دروغی که گفتی و توجیه کنه. گفته باشم چه خوشتون بیاد چه نیاد، من برادرتونم. من بزرگترین بچه بابام. من هم به عنوان یه پسر هم به عنوان یه برادر بهترین کاری که میتونستم بکنم و کردم. وقتی شما دوتا فقط به فکر زندگی خودتون بودین، گذاشتین رفتین، من موندم. به خاطر هممون موندم، به خاطر آیندهمون صبر کردم، به خاطر اون شرکت که بابا با زحمت به اینجا رسوندتش موندم، به خاطر سلین، به خاطر اون، به خاطر همه وایستادم. نه نقشه ای در کار هست نه کلکی. هر دوتاتونم تو شرکت سر همون پست قبلیتون میمونین. همه چی مثل سابق باقی میمونه. همونطور که برادرتون گفت همه چی طبق روال گذشته باقی میمونه، درست مثل زمانی که پدرتون جونون نگرفته بود. به چه حقی در مورد بابامون اینجوری حرف میزنی؟ سینان منو دیوونه نکن. سینان مثلا دیوونه بشی چی کار میخوای بکنی؟ میخوای حقوق ماهیانم رو قطع کنی؟ قطع کن. اینو وردار از جلو چشم ببر، زود باش. خیلی خب، باشه باشه، از بابت سینان خیالت راحت باشه، اما از بابت زنت نه. این موم گرفتت تو دستش، سفت سفت، نمیذاره از جا تکون بخوری. فهمیدی؟ بیا بریم سینان. اومدن پتومت، اومدن. خیلی متاسفم. منم خیلی برای باباتون دعا میکنم. خزان کجاست؟ پیش خواهرشه. میرم بگم بیاد پایین. باشه. آی. اصلاً کاری به اون دوتا نداشته باش. به جز این که اعصابتو خورد کنن هیچ چیزی دیگه ای نیست. اگر هم چیزی ناراحتت کرد سریع به من زنگ بزن. خب آبجی، اجه، باید خیلی مواظب خودت باشی، هم به خاطر بچت هم به خاطر کاظم خان. باید خودتو سر پا نگه داری. آبجی من، تو یکی یه دونه خواهرتی، من همیشه پیشتم. تا دم در باهات میام آبجی. نه نمیخواد. از اتاق نیا بیرون اجه، اعصابتو خورد میکنن. همینجا بمون، من خودم میرم. باشه قربونت برم. خداحافظ. مواظب خواهرزادم باش. خب کاشی خواهری بودم که لیاقتتو داشت خزان. ای کاش. چی کار میکنی؟ هر دوشون بیرون منتظرتن. باشه الان میرم. یه لحظه. ای یاووز نرفته. قضیه یه باباشو فهمیده و نرفته. خب باباش معلومه که نباید بره. خیلی حسابشون خورده، بهتره که معطلشون نکنم. یه لحظه وایسا خزان خانم، تو یه قولی به هم داده بودی، نمیذارم تو هم یادت بری. الان وقتش نیست خاله کریمه. ببین خزان، من خسته شدم بس که صبر کردم. تو به هم قول داده بودی، گفتی کمک میکنی بفهمم کدومشون پسر منه. خواهرم به خاطر کاظم خان داره دق میکنه، نمیبینی؟ پایین همه افتادن به جون همدیگه، بیرون اون دوتا به خاطر باباشون گریه میکنه. اون وقت تو منو کشیدی کنار سوال جواب میکنی؟ خیلی میبخشی ها، اما باید صبر کنی وقتش برسه. ای بابا، ای خدا به من صبر بده، بالاخره یه روز نوبت منم میرسه. خدایا به هم صبر بده. بیا بریم مامان. مامان بیا بریم عزیزم. بیا زود باش دیگه.
میبینی به جای اینکه پیش تو باشن پیش کیم؟ چی شد؟ زبونتون رو موش خورده نه؟ حرف بزنین، حرف بزنین دیگه. چرا ساکتین؟ چرا هیچی نمیگین؟ جوابتون رو گذاشت کف دستتون رو ولتون کرد برین. آره؟ ها. اما دیگه گذشت. خیلی دیر جنبیدین، دیر جنبیدین آقایون. ساکت باش مامان. برای چی ساکت شم؟ برای چی ساکت باشم؟ اینا برای که منو ساکت کردن الان تو این حالن. هر دوتون بدبخت شدین و رفت. درسته؟ البته من دلم اصلا براتون نمیسوزه چون بیفکری. بدتر سرتون میاد. میدونین وقتی با بابای خودتون همچین کاری بکنین میخواین با دختر من چی کار کنین؟ من ساکت نمیشم، ساکت نمیشم. بی خودی خودتو کج کله نکن. واقعا که هر کاری کردم به حرفم گوش نکردین. بیفکر را. ای خدا. یکم نگران بودم، گفتم بیام سینان رو ببینم. تو چطوری؟ خودتو سرزنش میکنی؟ آره؟ احتمالاً پیش خودت میگی چرا کاری از دستم بر نیومد؟ چرا زودتر نفهمیدم؟ به خاطر این سوال انقدر خودخوری میکنی؟ دیگه خودخوری فایده نداره. دکتر گفت کاری نمیشه کرد. کاری که شده. همیشه میشه یه کاری کرد یاووز. به جز مرگ هر چیزی یه راه چاره ای داره. آره خزان، اما زوال عقل کارش نمیشه کرد. اما تو باید بکنی. به خاطر بابات یه کاری میتونی بکنی، اون هم اینجا موندنه. اون بابای تو یاووز. اینو هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه عوض کنه. حتی اگه تو رو یادش نیاد، حتی اگه ندونه تو کی هستی، اگه همه ی لحظاتی که تو گذشته به عنوان یه پدر و پسر با هم داشتین و از یادش برده باشه، تو میتونی دوباره لحظات جدید براش بسازی و اون لحظه های جدید میتونن بهترین لحظات زندگیتون باشن، حتی اگه هر روز مجبور بشی از نو بسازیشون. باید این کارو به خاطر خودت و پدرت انجام بدی. این براش خیلی مفیدتر از دکترها و داروهاست یا بوز. تو پسر اونی و مطمئنم این کار انجام میدی. ازت ممنونم.
تو هم دیگه بگیر بخواب. شب بخواب. روز پیروزی یاسمین، فردا روز پیروزی در برابر خانواده بزرگی که جنگ رو باهاشون شروع کردی. این روز روزیه که بالاخره در برابر این همه خودخواهی پیروز میشی. یادت میاد؟ روز اولی که اون عاشق احمقت گوکان جونیت از این در آورده تو رو یادت میاد؟ اون وقتا عشقت واقعی نبود، اما یه حس واقعی داشتی، میخواستی تو رو دوست داشته باشن، بیارنت تو جمعشون، قبولت کنن. یادت میاد؟ تو به قصد جنگیدن از این در نیومدی تو. عشقم حاضر میشه. گوکان تو مطمئنی؟ خبر دارم عشقم منتظرم. نه منظورم این نیست، به نظرت از من خوششون میاد؟ یعنی از مدل لباس ما اینا؟ روز اول آشناییمون تا این حد هیجان زده نبودی، امروز چه شده؟ چون که اون موقع نیازی به هیجان نبود، مطمئن بودم عاشقم میشی. گوکا، من واقعا دلم میخواد وارد این خانواده بشم، میخوام یه بخشی از خانواده شما بشم. از ته دلم میخوام که یاسمینه یه من بشم، درست همون قدری که تو رو میخوام، از صمیم قلب. گوکا میدونم عزیزم. میشه تا وقتی مادرت به مهمونمون میرسه من و تو بریم بالا یکم حرف بزنیم؟ البته. چیکار میکنی بابا؟ این چجور خوش آمدگویی؟ بالا بالا حرف بزنیم گوکان. خونتون خیلی قشنگه، شما هم خیلی زیبایی، یعنی از عکساتون تو مجله خیلی زیباتری. یا سامین، میدونین که ما با ازدواج شما موافق نیستیم؟ میدونم که مجبوریم به انتخاب پسرمون احترام بذاریم، اما به شما نمیتونیم دروغ بگیم. شما با این ازدواج همسر گوکان میشی، اما یکی از ما نمیشیش. یعنی شما هیچ وقت یکی از اعضای خانواده ما نمیشیش. تو لیاقت این پیروزی رو داشتی، به خاطر عشقایی که اون روز وارد این ویلا شدی ریختی، به خاطر همه بی احترامی که اون روز تحمل کردی.
تو لایق این پیروزی هستی، چون تو تونستن لهت کرد.